با عرض سلام خدمت همه دوستان تریدر، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز میخوایم راجع به یه مطلب مهمی در خصوص ترید کردن صحبت کنیم. شما بهترین تریدر هم باشین ولی در زمان درست ترید نکنین، در واقعیت اون نتیجه‌ای که میخواین رو نمیتونین به دست بیارین. پس زمان درست ترید کردن برامون خیلی مهمه. منظورم از زمان درست ترید کردن اصلا این نیست که به حوزه‌های مختلف توجه داشته باشیم، خب ما بارها راجع به اونها صحبت کردیم، ولی بازار الگوی رفتاریشو تکرار میکنه، مخصوصا در اتفاقاتی که در گذشته نزدیک افتاده. روی چارت من منظورم فکر کنم بهتر بتونم نشون بدم. ببین مثلا دارم میگم ما رو چارت طلا هستیم، تایم فریم 5 دقیقه که طبیعتا یکی از محبوب ترین تایم فریم واسه ترید کردن پیش خیلی هست و خود من هم طلا رو خب تو 5 دقیقه ترید میکنم. خواهش می‌کنم به رفتار بازار توجه بکنیم. ببین ما توی چند ویدیو قبلتر توضیح دادیم بازار وقتی تکنیکال رفتار میکنه برای شما قابل ترید خواهد بود. نگاه کنید از اینجا در واقع اولین کندل 23 جمعه ساخته شده. اگه خوب توجه کنین بازار ابتدا به ساکن تا ساعت چند، ببینید روی این کندل آخری بخوایم وایسیم ساعت 4 و ربع تقریبا 4 ربع بامداد. خب این یه تیکه بازار تکنیکال داشته میرفته بالا. حالا با همه استراتژیایی که بلدین بر مبنای حالا هرچی قابل گرفتن بود. خب پس پارت اول ترید میتونست از زمان ساعت به وقت ترکیه من دارم اینا رو میگم 1 بامداد تا ساعت 4 و ربع بامداد. خب حالا بیایم یه روز قبلترش رو نگاه کنیم، یعنی پنجشنبه. توجه بکنین اینجا پنجشنبه اولین کندل میبینین 1:05:22. خب ببینین اینجا هم بازار ابتدا به ساکن قابل تریده تا ساعت چند 4:10. خب ببینین همون الگوی رفتاری رو تکرار کرد دیگه. یعنی اگه شما متوجه شده بودین که ما پنجشنبه، ببینید اینجا شما کلی استراتژی دارینا، ببینید بریک اوت داریم، ببینید پول بک ها رو داریم، مجددا بریک اوت داریم. خب یعنی همش قابل گرفتنه. پایین 200 این پایین اون یکی مووینگ اوریج سبکات اون پایین 200، کلی دلایل داریم برای ترید کردن. اوکی کاری ندارم که هر کی بعد استراتژی داره کار میکنه، ولی چیزی که هست اینه که پس پارت اول ترید پنجشنبه دیدیم از ساعت 1 که بازار باز میشه تا ساعت 4:10. همون اتفاق جمعه افتاد. دوباره خوب توجه کنین این وسط ما ترید نداشتیم، یعنی از ساعت 4:15 تا تقریبا اینجا ساعت چند میشه تا اینجا رو بیایم در نظر بگیریم تا ساعت 9:10 ترید نداریم. بعدش یه ریزش سنگین یه صعود سنگین داریم. خب بیایم ببینیم تو جمعه هم همین اتفاق افتاد یا نه. این جمعه از ساعت 4:15 بعد این طرفه. خب ببینید بازم اگه قرار بود ترید کنیم اصل ترید شما از ساعت 9:30 به بعد شروع میشد. ببینید وسط که داشته رنج میزده. حالا کاری ندارم جمعه انصافا اینجاش هم قابل گرفتن بود. خب ولی خب خیلی بازه حرکتی رو نگاه کنیم این چیز زیادی نیست که شما بخواید ازش منفعتی بگیرین. یعنی کل این یه تیکر اگه میتونستین بگیرین از این زیر تا این کف اینجا $1.75 بوده. نوسان زیادی نبوده ولی تکنیکال بوده ولی زیاد نبوده. دیده بودیم توی پنجشنبه هم تو اون ساعت 4:15 تا ساعت 9:30 اتفاق خاصی توی بازار نیفتاده بود. اصل قسمت شیرین داستان از کجا شروع شده؟ ببینید از ساعت 9:30 به وقت ترکیه یعنی 10 صبح ایران شروع شده تا پارت اول منطقه ساعت 2 بعد از ظهر. از 2 بعد از ظهر 2 تا حرکت سنگین یه رفت و برگشت تا اینجا تقریبا دارم میگم تا ساعت 17:50 بگیم ساعت 6 به وقت ترکیه. خب 9:30 تا ساعت 6 بعد از ظهر. اینور اگه خوب توجه کنیم ببینید از کجا شروع شده تقریبا ساعت 10 تا ببینید موجا توجه کنید کجا بازار دیگه تموم شد 6:25. بعدش بازار رنج رفت دیگه تموم شد. خب پس به الگوهای حرکتی توجه داشته باشین. ببینین تو یه روز گذشته 2 روز گذشته تو چه ساعتهایی از بازار داره کار میکنه. خیلی کار نداشته باشین مثلا ساعت 2 صبح کجا بازه به من چه کجا بازه. چیزی که مهمه اینه که میبینیم ساعت 1 تا ساعت 4 صبح نوسانات تکنیکال قابل قبول گرفتن میشه، روش حتی استراتژی خیلی خوبی کار کرد. ساعت 4:30 تا ساعت 10 صبح خبری نبود. 10 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر عالی بود. 6 بعد از ظهر به بعدم خبری نبود. پس چرا من باید ساعت 7 بعد از ظهر خودم خسته کنم بیام بشینم طلا ترید کنم؟ تو اون تایم های مناسب ترش وای میسم ترید میکنم. خب حالا من این یه نمونه رو آوردم، مثلا شما میتونید همین کارو با یورو یو اس دی هم انجام بدین، میتونیم چه میدونم رو نفت انجام بدین، رو هر چیز دیگه‌ای که ترید میکنین. خب بیاین الگوهای حرکتی رو رفتار کنیم، ببینید بازار تو چه زمانهایی تکنیکال حرکت میکنه، شما هم واسه روز بعدش تو همون زمان شروع کنین بازار رو تعقیب کردن. اینطوری تو وقتتون کلی صرفه جویی میکنین، خودتون رو خسته نمیکنین. آدمی که خسته است دیگه نمیتونه کار بکنه. پس میتونین از انرژیتون و از وقتتون بهره برداری بهتری بکنین و در نهایت کیفیت کارتون میره بالاتر. آخر هفته میبینیم که مثلا ترازتون خیلی بهتر از قبل وایساده. خب ما این کارو میکنیم. پس حالا توصیه من به شما، انشالله که براتون مفید باشه، بتونین ازش سودای خوبی در بیارین. همگی سعی سلامت باشین، وقت همگی بخیر.